درود در این شهر، در این فضای باز، در این غروب قشنگ، لای این آشغالا که واقعیت تلخ این شهرهای ما هستش، میریم به یکی از این خونه و با رپری آشنا میشیم که تازه از ایران به اینجا اومده، حرفای خیلی جدی داره. خونه دعواست واسه تیری به بگت مامان بابا میگی تو ون هک میتین گرفته زود پول بده میخوام برم سر ساعت برسم مامانت میزنه بای سینی تو سرت میگی بی خیال همه چی بیت باکس چیکی چیکی بام 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 کیا دلهای سنگی دارن کیا با خدا موندن و نشتی دارن کیا حالت منگی دارن کدوم احمق و دلتنگی دارن کیا مثل من میمارن توی در دیوارن مثل مرد میمارن دهه 80 رفت روزای خوبم و نشمردم درد خوردم و زخم شستم سر خوردم و افسردم همه یه روزای اوج من تو وطنم حسد بود من این روزا نمیتونم خودم و گول بزنم با چند خط بود رسبی بودن و حس میکنی وقتی میخوای با هم عکس بندازیم جلو من شروع میکنی پشت دادن و بعد گفتن هست بازی دوست داری منو دست بندازی میخندی وقتی من امضا میدم به دوست چون که شک بنداری سربازا دنبال جسد من بودم من دنبال دختر گم شدم دستم عروسک خودمو نمیدیدم تو لباس رقص فکرشو نمیکردم که بشنوم صدای جنگ یه گم کنم روحمو تو طبیعت سوخته مزرعه ها شروع کنم به جویدن روحه وقتی ساختمونای شهرم در اومد از جاش از جاش از جاش دیگه رفیقمو ندیدم رسیدم به جنازه غریبه رضا پیشرو خواننده رپی که در این ویدیوها دیدین الان 31 سال شده تو یک سال گذشته زندگیش از این رو به اون رو شده حکم دادگاه انقلاب داشت ولی برخلاف قمری که دیشب از دست گربه قصر در نرفته رضا از اون دنیا اومده این دنیا که بره دور دنیا کشتی میچرخونم دور دنیا دستاتو باز میکنی میزنیم ظلم موجا مهدا بیاد و با هم روی عرش خوابیم دوست داریم همیشه تو همین لحظه باشیم قد دوست دارم که نمیدونی باید همه دنیا رو به خاطرم بپیچونی لب اقیانوس هند با یه دونه بنز میام تو مال دوها رو میچرخیم برش میریم تو لنج دنیا رو میچرخونم ساری دوما رو از همین اقیانوس میرسیم آریزونا وقتشه بخوریم بریانی هند و یه حالی بدی به لبای زندانی عشق بری برام برسی روی عرشه با گرمای عشق بکنی منو نشه چند ساعت دیگه میرسیم و استرالیا لب ساحل میدم یه مشت ماری دار بعدش وقتشه بخریم دو تا بادگار کانگوره ها رو ببینیم بگیریم ماهی باز خوابت میاد امشب و میمونیم ملبورن پس مواتو در بیار از بیگودی ول کن توی استوا میاد قبل خواب تره بخوریم تو پوست نارگیرای چای دا تا بیاد آفتاب روزه یه شنبه تو خواب آروم سر تو شونه منه آقا در بهتوبلی برات زدم خوب هستی درود چطوری بچه ها بوس شونه ای میکنن دو 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 اون واسه زنگ مدرسه صابخونه بود دیگه صابخونه میخواستش بیا نه این صدای سرنوشت توی من در خب رضا جان چطوری آقای پیشرو پیشرویاتو دارم میبینم تو همه چهار دوری که پیشروی که از نظام آباد و اون همه اتفاق تا داستانایی که اون همه اتفاق چیا بوده یک دو سه شو بگو یک دو سه یعنی علاقه به این کار که خواندن رپ آره، هست آره خواندن رپ هست بعدم دستگیری ها که و زندان هست و خب آره پشت سر هم و بعد و ادامه دادن ادامه دادن ادامه دادن نمیشه جبر و اینجا که اینجا یه کوه هم ما بینش دو سه تو بوده آره کوه و فرار 13 ساعت پیاده روی و نورافکن و فرار حالا بعد جاخالی دادن و برام توضیح یه جوری فرار کرد از ایران که خیلی داستانا داره آره و یه چند روز طول کشید که از ایران برسه اینجا که الان ما هستیم و البته این زندگی که میبینی یه چیز همینجوری دم دستیه به خاطر اینکه همه چیمون صفر شد دیگه یعنی بعد از اتفاقاتی که توی ایران افتاد دوره از صفر شروع همه چیمون از صفر یعنی صفر 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 ببینم که اینا عوالم تو با هم رفت داره توی هندوستان که بودم خیلی با این فلسفه بیشتر آشنا شدم آره این اوم نوشته آره. بله بله بله. نام خدا یا همون هو هستش بله بله موقعی که داشتیم فرار میکردیم یه جایی توی شعرم هم دارم میگم پلی که از تار عنکبوت محکمه با این که بیوزنی میکنه درونتو مسترب بعد اونجا میگم اوم خب همش
یاد اون شعرم میافتادم که قبل از سفر نوشته بودم، قبل از این اتفاقات. و این پلی که از تارنج بوده، ما اون ور خیابون پلیس وایساده بود و این ور خیابون ما باید از جلوی شیشاشون رد میشدیم. این زمان فرارت از ایران رو داری میگی؟ بله. بعد مدام اسم اومو زیر لب صدا میشن. آره. تو این اوم و اینا رو تو هندوستان باش آشنا شدی؟ چه سفر داشتی به هندوستان؟ قبلش اسمشو شنیده بودم، سمبولاشو دیده بودم و آره سفر داشتم به هندوستان. اینم بودای خندانه، خوشبختانه. بودا هر کدوم از این سمبولهایی که از لحاظ معنوی شما مشاهده می‌کنی، به خصوص بادام زمینی، شما با پوست قرار شدید بخوری با هم دیگه چالش راه بندازید. ولی خب به این دنیای معنوی تو اینجوری می‌بینی. آره. حالا غیر از کامپیوتر اینا که کلی بعد آهنگ میبرن و بفسی و ماهیایی که دوتا مونده این تو آکواریوم، اینا چشاشون قرمزه، اینا واسه همین دووم آوردن. آره چشاشون دیگه زده تو چشاش افروتی هم. و یه چیزی هم بگم، بوی عود محشری میاد اینجا مثل یک معبد میمونه. آره. یعنی من الان با قسمتی از رضا آشنا شدم که تصور نمیکردم که این صدای دینگشه، نام امه و البته صلیبی که به گردن انداختی نجات دهنده بوده برای من، نجات دهنده بوده. اصلا عیسی هم یشوع یعنی نجات دهنده. بله. من خودم فامیلیم هم ناصری. آره. شاید خب یه ربطی داریم از برای اصولا تو مسیحی نیستی ولی این احترامو داری و این تمام چیزهایی که انسان رو از جاش بلند بکنه به تفکر وادار بکنه برای من مقدسه و مقدس بودن هیچ ربطی به افراطی بودن نداره و اعتقادای دیگه داشتن. پس به هر حال یه جوری ارادت داری. آره ارادت خیلی بزرگ بود. ما ببینیم در این میز چه خبرای اولا تازدهنی ها مال تو مال حمید ای بزنی میاد. جدی بزن ببینم حمید کی هست. لبش رو نباید بزن آدم جز مقدس است. آنو حمید ظاهر شد نشد دی بابا آی حمید شما هستی خوشبختم. ایشون از تاجداران هم هستش. من حمید تاج هستم. اسم مصار خویی. شما معلم سازدهنی هستی؟ ساز میزنم تا اینکه بخوام تدریس. بچه کوهستانه. شما هم فرار هستین یا هم زندگی بودین؟ توی شعرم میگم که حمید پای تلفن یه ماشین منتظرمون، قاچاق برمون سر هر تپه منتظر پول، تتق تق سگا زوزه میکشن، نمیدونم یه همچین چیزی خیلی تازه میشه. من دو سه روزه نوشتم. آره بعد شما چند سال هم میشید و با هم از ایران اومدیم بیرون. با هم هم شما زندانی بودین، خط خطی شدین. ما رفیق میشه گفت 13 14 ساله این با هم. و خب تو بخشی از کارهای رضا جان هم دیگه رو همراهی کرد. خیلی خوب. تو که سی حواسش به تو نیست، همین آخرین کاری که تم سیاسی هم داشت. همین سازدهنیشو زد و خیلی غمگین بودیم. خیلی حالمون بد بود. این قبل از دستگیری هر اتفاقی افتاد. خیلی حالمون بد بود. نفت که مال ما نیست. سهم ما میمونه همه هفته های پاییز با تفره های قاضی که سیاواسش به ما نیست. این صدای یک پدر دلسوز هم بود. میشه بچه‌تون رو ببینیم؟ آره بچه‌ام رو ببینیم. این عجب بچه‌ای داریم. اما تا حالا دست نزدم بهش. چند کوچولوئه. چه جالب اینو نگه میداری واقعا؟ آره بهش چی میده بخوره؟ کاهو آخه ببینی صورتش ببینم خیلی کوچولو بودش. آخه اسم گذاشتی برای؟ بهش لاکی میگیم اشی میگیم لاکی خوش شانس اشرت الملوک در واقع اسمش. حالا میخوای بعدش کنم دوباره تو گلدون. خیلی مچکه میگم ما هم بریم تاقیقا آقا برمیگم. خیلی ممنون. بریم برای که ورزشکار رو برن. من پیره مردن اینجا باز با چیز بره اولاغ رو هلنگی؟ هلنگی اینجا چهار دست و پا بدودشون در کشتی میرفت. و اینجا وارد میشیم به غار رضا پیشرو. غار اصحاب کهف البته و غاری که مردم میرن توش به اوج میسن. خاطر اینکه اینجا زمان معنی نمیده. یه دفعه مثلا میری توش یه دفعه میبینی 24 ساعت اینجا تو این چهار دیواری هست. آره حفره زمانیه. حتی سیاه که هست مثل بیابون میمونه، مثل شبای توی بیابون میمونه، مثل لوت میمونه. شهر لوت. حتی یه مقدار چون صداگیر گذاشتین ابرا و غیره هست صدا نکاس نرانه این حالت عجیبی بهش دست میده بدون شک. ولی خب برای تو که دنیات موسیقی این دنیای تو آره این باعث میشه که من نزدیکتر شم مثل ستاره های همون کبیر به مردم هایی که در اون شب
دارن راه میرن. حتی این همه داستانه فلسفی ایشونه، شاید منظور قوم بنی اسرائیل بود یا خودت بودی که فرار کردی با بعضی از بچه‌ها. چه فرق اتفاقا قاچاقبرمونم اسم یکی از سردسته‌هاشون موسی بود. جدی؟ هی من تو راه این عصا هم دستش بود تو کو. این فکر می‌کردم بحث فرار ایشون از ایران و اون خاطرات همینجور در ذهنش دائما داره بازیافت میشه، میچرخه. من می‌خوام برام یه آهنگ بخونی. یه دونه کار آماده کردم. ولی بعد خیلی دقت کن، چون سریع هم میخوای بخونی ها. آره. فرض بکنیم که یه کسی از آسمون اومده در من ناظر شده. خب حال بشر رو دیده. ما تو اون فرد بشر ایرانی بیشتریه، چون خیلی از مسائل خواهی گفت و اروپایی نداره. آره. اصلا بحث اروپا و امریکاش نیست. نسل ایران متغیره، یعنی ما با یک افکار طرف نیستیم، با یک دسته از افکار. بشنوی چی میگی؟ خدا رحم کنه. اون وقت خیلی دستش اسنایپر از پشت بوم میگه مرکو بشناسش، همونی که میده سرتو قطع کنه داش. آقا بریم گوش کنیم. خیلی ممنون رضا پیشرو تقدیم میکنه. سپاس همین جان. بفهمیم بخونیم. حالا روبرو مرز و نورفکن و تک تیر انداز، مدام گارد و دفع کلی سم و توهم خدایان باطل و مدافعای بافت سالم جامعه، نفهمیدن جواب سالای ساده، دلارا پالت پالت رو بانده، بعد تو باده بی گمرک دست شیخات تو کارته، حل چشماته پولو میزنم به شهر شیخ زاید، برای چند وقت دنسورت کارپت، حرکت بعدم محو کنش داعش. ترس و احساس نمی کنم وقتی کشورم لنگ اصاله، تو چنگ اشغال و پر از ننگ و زخم و اشکاله، اون که پوستش بالاست و سر برش داره، ولی نسل جزغال محبه بشتانش، سرنوشت کشورم تحت فشار سقوط و جبر و انکار و خشم اسلامه، میبینی که میکنه و میرسه تو قلب قشباله، توی تیک دشت بهش داره نمیشه به عزم اشغانه، پس بهش آره بگو دور شریعت و خط بکش کامل، اون در بهش خوابه یه مغز غرق زنداره، از درد جن میناله محبه تکراره، هرچی خش میذاره خرج زندانه، با هرکی پرک میزنه درد و داره رو تن رفیق صد تا خط قداره، منطقش پاک دست شیطانه یه زاقه با زر و منقارش، از خودش پون صد تا جلد داره، دندونش آج مطفوه شانسه داره، از هر خوبش ماده مرقوبش باشه، از این منظومه رانده کیه کنز و بشکاف گنج و بشماره، پهلوون جمع رندان که تو کعبه اصحاره، دستش سنایپر از پشت بوم میگه مرقوب بشناسش، همونی که میده سر تو قد کنه داعش، رسم شفرات دسته 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 چک داره، قرق عرفان هوری تنگ شش باره، همیشه زنگ شنشاه، وقت امداد فکر جمع و منهای، سرنوشت به منطقش باخته، صد بهش رو درد خیش ساخته، رو انداخته جنگ و بشمار سبون باشم خودش ساخته، بد حالش داده هر کنش واکنش در کنش داره، هر کنش در خودت بد کنش باره، تو شم کنش کربون بد کنش گندم دف کنش ننگ و نفرت و نفت و کشور کن، بعد برو تو مجلس و پرت کنش پشما هست کنش، پس تو باز قلب این گربه غرق نفرت شد، صد سار سر کنش وقت و مردمش اهل صبر و الکلش مست کن. رضا داستان تو چی بوده تو این یک سال که ما به خاطرش اصلا اومدیم ببینیمت؟ غیر از 15 سال سابقه، این یک سال گذشته سال خیلی خاصی بوده. آره، به خاطرش. آره، اینجایی. آره. که توی شعر این آهنگ هم شنیدیم قسمتیشون. آره آره، یه داستانی ازش گفتم. داشتم زندگیمو میکردم، کار رپ میکردم، کار لباس میکردم، تازه زندگیمو داشتم پن میکردم، زندگی مستقل دیگه بعد از این همه تجربه هایی که این سالها یقه منو گرفته بود. بعد از تمام این مسائل برای کارهای اجناسم، یعنی یه سه تیشرت تولید میکنی، میخواستم بیام ترکیه، توی فرودگاه متوجه شدم مشکل غذایی دارم، انقدرم مشکلم پیچیده بود که 5-6 تا دالون ما رد کردیم که پرونده منو پیدا کنم. بعد تقریبا 7 کیلو پرونده رو دستم بود، تو شعرم همینو میگم، میگم 7 کیلو پرونده رو دستم بود، دست و پام دست من بود، هر دو پام قلبم بود، من درونن آگاه بودم خدا برای من داره چه اتفاقی و حادث میکنه. خب بعد از اینکه از این بازداشتگاه به اون بازداشتگاه رفتم یه چند جا، بعد تو هر محیط بازداشتگاهی هم که میری اونجا خودش شلوغه، 50 نفر میان دوره، یکی سوال میکنه، یکی میگه فلان موقع منو دیدی، یکی میگه بسان موقع منو دیدی، میدونی همش دنبال اینن که آره یه داستانی با تو داشته باشن. خب یا یکی بد نگاه میکنه، یکی فوش میده، یه سیاسی رد میشه
تو رو با اون اشتباه میگیرن، هزار تا داستان دیگه. و تو اصلا متهم چی بودی؟ رئیف اول چی بودی و کسای دیگه هم که قرار بوده تو رئیف اول مثلا باشه؟ ما در راستای یک اتفاق ملی که همه مردم واکنش نشون دادن اومدیم یه آهنگی رو خوندیم، من خوندم، ایکس خونده، میدونی این شده یه پرونده. مثلا من اومدم یه جایی فروش آهنگامو گذاشتم توی آیتیون، سی دی بیبی، نمیدونم دادم به چند تا از سایت‌های خارج از ایران، این شده جاسوسی. خب بعد ترویج چیزام دادیم، ترویج نمیدونم مسیحیت، آره آره دقیقاً این از همه مهمتر بود توی ایران، به خاطر اینکه صلیب انداختن میگن ترویج مسیحیت. حالا این یه قسمتشه. توی آهنگام هم اسم میبرم، میگم باید مثل مسیح رو آب دریا راه رفت، یا میگم من مسیح نیستم اما بارها خودم از روی صلیب زنده میکنم. اما این دلیل نمیشه که ما چون داریم یه فرهنگی رو در موردش صحبت میکنیم که متاسفانه اصلا تو ایران وجود نداره که بخوان درک بکنن دین رو، جدا بکنن از افکار عمومی. چون شیطان پرستی هم که اصلا همه جور دارن. اگه شیطان پرستیه چطور تبلیغ دین مسیحیت اگه شیطان پرستی؟ اینا میدونی به هم نمیخونه، جرما به هم نمیخوره، هزار تا انگ مختلف به هر کی میچسبونن، به کلم یه انگ میچسبونن. و خب این جای داستان که من خیلی روش فکر کردم، گفتم این همه سال من داشتم زندگی رو میکردم، چرا دستگیری بوده، 4-5 بار من رو بازداشت کردن، زندان رفتم، قزلسار بودم، این اواخر هم همین تهران بزرگ بودم، بعد دادگاه انقلاب فرسان، دادگاه انقلاب، دادگاه انقلاب بودم با دستبند و پابند، بعد سربازا اومدن خیلی هاشون مثلا پرسیدن تو اینجا چیکار میکنی؟ توی قهرمانی کلانتری 115 چی کار میکنی؟ نامه اعزام داری تهران بزرگ، مهران بود و آقا رضا داریم لایف میگیریم، اقرار میکنی؟ حالا همه بگین سیب داری چه کار میکنی؟ نامه اعزام داری تهران بزرگ، مهران بود و آقا رضا داریم لایف میگیریم، اقرار میکنی؟ حالا همه بگین سیب داری چه کار میکنی؟ توی زندانی که من بودم توی تهران بزرگ، زندانی ها این شکلی چسبیدن به هم دیگه و عین جهنمه. من مشکل معده هم داشتم، تونستم یه مرخصی با توجه به اون پول و قرارم رو شکست کرد 50 میلیون تومان که من نقد ماشینم فروختم و از این ور اون ور دادیم و آنن تصمیم گرفتی از مرز فرار کنی با دوستت دیگه با حمید. خیلی این تصمیم سخت بود، نه نمیخوام بگم که من این تصمیم رو گرفتم، این تصمیم منو با خودش برد. و تو مرز گذرنده زمستون هم بود نه؟ آره زمستون بود، خیلی سرد بود. ویدیو داری؟ تو وانت من آره یه چند تا ویدیو داریم، یعنی هم پخش میکنیم هم عکس داریم. به تو به صورت گروهی یه 40-50 نفر فرار کردیم؟ 72 نفر دقیقاً. خیلی جالبه اون 72 تنی که آره. 50 نفر جلوتر رفتن، این دهات اون دهات فلان اینا. بعد یه مقدار جلوتر که رفتیم و من که زاتوریه داشتم با معده‌ام اینا اوت کرد، هی سرفه 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 عقب موندم، حمیدم منو میکشید، حمید منو میکشید، هی جون عزیزامو قسم هم میداد که پاشو به خاطر هدفت پاشو، به خاطر من پا میشدم، یعنی یه حس نیمه بیهوشی. نورافکن مینداختن رومون، گله سگ بیا، شغال بیا، نمیدونم. من نه آب برده بودیم درست سایه با خودمون، نه از لای سنگا مثلا آب بارون و برف جمع میشد، آب میخوردیم. و رسیدم به شهر مرزی و اونجا توی کمپ بودم 10 روز که توی آهنگم میگم 10 روز تو کثافت و جهنم بودیم، تو این فکر که همراه هم میرفتم. این کمپ البته غیرقانونی قاچاقچی هست، غیرقانونی. آره تو این کمپ لعنتی مریضی موج میزنه، یه نفر سرفه میزنه 300 نفر مریضن، این وضعی کثافت خونه. حالا از بقیهش هم فیلم میگیرم. آخه اصلا ولی رسیدی به اینجایی که هستی؟ آره رسیدم به اینجایی که هستم، ولی میخوام خیلی ساده واسط بیان بکنم، 7 خانه رستم رو رد کردیم و وقتی که رسیدیم اون جایی که به آرامش ختم میشد، بعد از تمام این سختی‌ها 2 تا پرنده سفید یا کریم اومدن جلوی پای من حمید به نشان آزادی رهاییته. شاید جالب واقعا خیلی جالب بود. حالا میتونیم آهنگ تو گوش کنیم کامل، ببین چی خوندی، تمام این داستان رو مرور کنیم با هم. آره خیلی جالب بود. اون لحظه لعنتی رو یادم نمیره، یارو پاسمو گرفت و گفت این آدم نمیشه، خنده خنده منو بردم تا دم میله، یه وندودی تا یه جام برم با ونه دیگه،
را شعار میدادن این باید بمیره. یکی با هم عکس میداخت و میگفت خواننده اینه. تو یه قهرمانی کلانتری 115 چی کار میکنی؟ نام اعزام داری تهران بزرگ مرام بود و آقا رضا داریم لایو میگیریم اقرار میکنی. حالا همه بگین سیب داری چه کار میکنی؟ 7 کیلو پرونده رو دستم بود، دست و پام دست بهم بود، هر دو پام قلبم بود. مقام ردیفا ولی واسا تو بقیه بیان متهمین زیاد. حاجی بقیه کجان وقتی فقط 3 نفر موندن از قضیه ایران؟ بسار جان بیخیال برو وسیقه بیار، اینا بررسی میخواد خیلی تلخ سیدیاد. من دارم میرم نماز تا بیام برو تهران بزرگ، میگم به ایلاد جمانگی یا که 1 میلیارد بیار اون وقت اراده بکن. تازه بعد تحصیلات اینجا دادگاه انقلاب، بفرمایید آبخونک بگو بلابتن پایت رو با کنم. اینا نمیدونن که من با التماس غریبم، پس رسیدم به مرحله اعتماد به وکیلم. نعوذ بالله میگفت و التماس پول میکرد، گفتم بهت مرخصیم اطلاعات خوب میدم، میخوان ریشت رو بزنم انفجار نوری نه. سیستمم که نگران اقتصاد سوریه، تحریج افکار دینی، حمایت از دراویش و شیطان پرستی، پنهان ترقی کردن جاسوس شیطان پرستی، تولید داستار انکار برانگیز. حس کردم کسی حواسش به من نیست، حس نفرتی که بکشم دجال و بشم شیر. غم اون روزم آسمون یزدانو به هم ریخ، چطوری بگم که همه یعفامو بفهمین؟ توی زندانیایی که میگم بین ما باش، فرصتی نمونده باید بکنم سیر آفاق. حمید پای تلفن یه ماشین منتظرمون، حرکت به سمت مرز با قلب منفجرمون. قاچاق برمون سر هر تپه منتظر پول، تک تیر اندازم نور افکم میندازم به سمتمون. تتخ تخ ما تو تنگ سگ و زوزه میکشن، همسفرامون با سر تو سنگ خونو میچشن. فقط یه گفتاری از اون دور معلومه، تو جاده ای که تردد شب و روز ممنوعه، پر برف تشنه بودیم سوس تو جونمون، افتادم تو سر ما بیهوش و دوش دوست. گم شده بودیم تو منطقه ممنوعه، پی آب بودم که یکی هر بده زده سومه. 10 روز تو کسافت و جهنم بودیم، تو این فکرم را میرفتم بغلم رو مین. خیره به روزایی که نمیشه وطنم و دید، خدا دوباره از فلفای هرزم و چید. خب آهنگم شنیدیم، با رضا هستی، رضا پیشرو از خوانندگان رپ، شاعران ضرب‌آهنگی ما از ایران. از ایران اومده بیرون، آهنگایی هم اینجا داره اجرا میکنه که سنگین‌تره، سنگین‌تره و انگار مثلا واقعا اون قاری که گفتی و قاری که کشف کردم و یه جبرئیلی بوده که بگه اقرا، اینو حس کردم. البته رو دستت کتاب خودت داری، من دوست دارم که کتاب تو هم بخونیم. دنیای شخصی برای خودش داره که آره. باحال made in rap، ساخت رپ. آره made in rap. خورشید made in rap خارکوبی رو دستمون، مثل سیسم رئیسم به گولاخاتون بگو بیسم. اینم که دیگه تاج اتن، این تاج ملکه بریتانیا هم هست این شکلی. آره. King of Kings یعنی شاه شاهان. البته اعداد زیاد داره، 17 عدد پادشاهیه. از کجا آوردی؟ برای من اینجوری معنی میده. 23 و 23 ساعت 11 و 11 05:52 همش اعدادیه که با هم قرینن و آره تو اون ساعت‌ها کار دارم، بیدار میشم میرم میام میبرنم میارنم. تو جالبه که اهل رپ فارسی هست ولی کلمه فارسی هم رو دست نیست. آره پیش میاد. آره این خدای رعد مال یونان زئوس بودا از هندوستان که کره زمین یین و یان مال چی؟ یعنی این شکلیه که بودا توی زندگی من، توی یکی از آهنگ‌ها من باز باش در مورد صحبت میکنم، خیلی نقش مثبت و میدونه انگار من رو از فولاد کرده باشه. نوع تفکر بودا و نوع تفکر وجود بودا، انسان دوستانش، طبیعت دوستانش و شاهزاده بود که در اوج نعمت و ناز و نعمت یه همه چی رو ترک میکنه. حتی چندین بوداست، این بودای خندان هست. این کره زمین در اصل منم، زندگی منه. آها. که تحت تاثیر بودا، زئوس و حالا بقیه که الان اینجاست قرار گرفته. باور کن غیر از این نیست، خالکوبی خیلی تاثیر میذاره رو مسیر سرنوشت. هر خالکوبی رو نباید بکنید، اینو اینجا واقعا دوست دارم اینجاشه که بگم. اینا که سلطان جنگل هست شیر. بله این خیلی قدیمیه، من اینو خیلی دوستش دارم که میگم روی دستام یه شیر دارم که هنو قدرت میده به این باور، فرصت میده به این لاغر. اون کدوم آهنگت؟ دیوونه. فرصت میده به این لاغر. خب پس این داستانای زندگی بله. میشه گفت سیر و سلوک فکری تو رو بدنت هست. بله. ولی متولد کجا هستی؟ چی بودی؟ کجا شدی؟ چلو کباب یا پیتزا؟ کدوم؟
جفتش. اگه معدم درد نکنه جفتش، ولی من معمولا آشپزی میکنم خودم. خودم آشپزی میکنم. آره. و تو از کجا اومدی به کجا رسیدی؟ من توی نظام آباد متولد شدم، ولی جای متغیری بودم، مخصوصا از نوجوانی، چون در 11 سالگی زدم از خونه بیرون و تو کارگاه کار کردم. جدی؟ آره کارگاه کار کردم. طبقه متوسط خوبی بودین شما، چه این کار کردی؟ به خاطر اینکه پدرم درگیر شدید شد با مسائل مختلف زندگیش، ما دیگه، یعنی من شخصا راهمو جدا کردم، کلا افتادم توی کارهای فنی و چیکار میکردی؟ قالب سازی، تراشکاری، سومه ماتریس، نمیدونم. کجا زندگی میکردی؟ کرای خونه در میآوردی؟ همونجا تو کارگاه میخوابیدم بعضی وقتا، بعضی وقتا هم که مثلا خونه دوستا میخوابیدم. مثلا 5-6 نفر بودیم که هممون میرفتیم کار میکردیم، حقوقامونو میذاشیم رو هم، مثلا بیایم یه کامپیوتر بخریم، بیایم یه میکروفون بخریم، یه استدیو را بندازیم، به روز بشیم، میدونی؟ و در ضمن چند تا آلبومای مختلف هم تو بیرون داریم. جهنم واقعیت بود، جهنم ساکت بود، آغاز اینجاست بود، دوران طلایی، و ریل. ها و ریل که قبل از اومدنم دیگه آخرین آلبوم آلبومت و دیگه الانم 31 سالت و با ما هستی و اومدی وارد یک زندگی جدیدی بشی در صفر جدیدت. بله. صفر صفر صفر. آره 4 تا صفر دوباره همه چی از اول میشه. سر ساعت 12 شب ناقوس ها به صدا در میان. البته منم 12 بهمن متولد شدم. روز عجیبی بوده. چه باحال. رضا پیشرو با ما میخونه آهنگ آخر را. سپاس. خیلی متشکرم. درود به تو. رویای ترین جایی که فکر بکنی میبرمت ازم. نگران هیچی نباش. پیشرو با کشتی میچرخونم دور دنیا. دستاتو باز میکنی میزنیم ظلم موجه مهتاب میاد و با هم روی عرش خوابی دوست داریم همیشه تو همین لحظه باشیم قبل اروپا میبرم دو آفریقا تو راه برگشت میبرم دو اروپا میریم به شرقی جزیره ماداگاسکار شکار میریم با قبیله کاجاکاما بزن و باناناس ماداگاسکارو میگردیم دنبال شنای زمان مهاراجا با ماها باش که برا تو بردم حتی گرد جای بناهای متروکه ی آبادانا رو سوارت میکنم روی شیر ماده با تلسمش میکنم که بشینه پاشه طلا برات میارم و نگین الماس وقتشه ادامه بدیم و بریم به دریا دست کن بده به شنای سفید صحرا چون میرسیم میکنی و مکسیکو الان حالا بعد از این همه راه از اقیانوس اسپانیایی زبونا میان با کلتاشون فرار میکنیم از دست سرخپوستا سر هر تپه یه داستان جدیده توی آفتاب شدیدش غروبو گم کردیم نگاه کردیم واسمون و شد نزدیک با کشتی میچرخونم دور دنیا دستاتو باز میکنی میزنیم ظلم موجا مهتاب میاد و با هم روی عرش خوابی دوست داریم همیشه تو همین لحظه باشیم هوا سرده باید از هلکوب بریم زنگ زده منتظره یه هلکوب بریم خانومی بدیم که در آوازه با پیش رو میریم سوار جتموشیم تو سان فرانسیسکو کشتی رو بیخیال اصلی هلندی نمیتونیم از شدت مستی بلنشیم میبرم اتجای جایی که هیچ آدمی نیست خودم واسه درست میکنم یه پیتزا پنیری دیسکو بعدی قطارمون میخوره پاریس همه پنجره های خرید و میکنیم خودیم پاییز برمیگردیم از پاریس و از ترکیه میرسیم به تهران دوست دوستی من خیلی جامعه بشن آوردمت این حاضر سفر اول بود با کشتی میچرخونم دور دنیا دستاتو باز میکنی میزنیم ظلم موجا مهتاب میاد و با هم روی عرش خوابی دوست داریم همیشه تو همین لحظه باشیم تمام شد؟ تمام آره خیلی ممنون و اینم بود پایان برنامه ما با رضا پیشرو در این شهری که هست اونور مرزها خیلی متشکرم تو حمید همراهش تا برنامه بعدی جدیگه دنیا چند سال دیگه با رضا پیشرو جدیگه دنیا ایشا رو آسمونا اون بالا ها